بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. درو شريف محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. در آیات گذشته بحثی بود درباره قبله و تحویل قبله که روی سخن با یهود بود و بیشتر اعتراض کنندگان یهودی ها بودند. حال وقتی که اون بحث را الله تعالی به صورت مفصل و مدلل پاسخ دادند و جواب دادند، در این آیات که ابتداعا تلاوت شد، در این آیات الله تعالی اشاره می فرماید که حال این بحث قبله را و این بحث های جزئی را و بحث های فرعی را اینها را کنار بگذارید، بلکه بحث های مهمتری هست، مباحث مهمتری هست. شما مسلمانان از این به بعد وقتی که می خواهید بر دین خودتون عمل بکنید، بر مسیر قرآن و بر مسیر توحید پایبند باشید، برای شما مصیبت میاد، برای شما مشکلات میاد، از طرف دشمن هر نوع فشار و هر نوع توطئه و نیرنگ بر علیه شما اعمال میشه، برنامه ریزی میشه. لذا خداوند اینجا راهنمایی میفرماید، هدایات بیان میفرماید که ما باید چیکار بکنیم. در این آیه شریفه، در آیه اول، الله تعالی بیان میفرماید که در وقت مشکلات شما دو کار بکنید. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای مؤمنان، شما کمک بگیرید به صبر و نماز، یعنی از صبر کمک بگیرید، صبر را پیشه بگیرید و همچنین نماز. این دو ابزار هستند، این دو آله هستند که اینها را خداوند فرموده، راهنمایی فرموده، اینها را شما انتخاب بکنید. شما بر موفقیت، بر قله موفقیت میرسید. اما معنای صبر چیه؟ صبر در واقع از نظر لغوی به این میگویند که انسان نفس خودش را کنترل بکند، به اون چیزی که نفس میخواهد، خواهش نفس است، تمنای نفس است، انسان کنترل بکند، نگذارد اون چیزی که نفس دلش میخواهد عمل بکند. این صبره. اما عموم مردم
فکر میکنند صبر یعنی اینه که وقتی مصیبتی برای ما آمد ما جز و فز نکنیم، ما داد و فریاد نکنیم، ما کلمات ناسپاسی نگوییم، ما آه و فغان سر ندهیم. چرا؟ این یک صورتی از صورتهای صبر است. اما اون چیزی که در قرآن و سنت هست، صبر معنیش بسیار وسیع هست. صبر معنیش تنها این یکی نیست. ما هر وقتی که میگوییم صبر، هر کسی فکر میکنه یعنی مصیبتی آمد گریه نکنی. نه خیر، صبر این نیست. اون چی که در قرآن و حدیث هست، در شریعت مقدسه هست، صبر را اگر ما بخواهیم بفهمیم به سه قسم خلاصهش میکنیم. اولین صبر علی الطاعت، یعنی صبر بر طاعت و بندگی، صبر بر عبادت. معنای صبر استعینو به صبر این میشه که ای مؤمنان در مسیر عبادت شما صبر کنید، یعنی استقامت کنید. صبر به معنی استقامت میاد، صبر به معنی مداومت میاد، صبر به معنی همیشگی میاد. اگر من بخوام تعبیرم را عام‌تر بکنم و به زبان ساده‌تر صحبت بکنم، صبر بر طاعت اینه که ای مؤمنان شما فقط مسلمان مقطعی نباشید، مسلمان فصلی نباشید، مسلمان رمضانی نباشید، مسلمان ایام حج نباشید. فقط طاعت و بندگی را در یک فصل خاصی انجام ندید، بلکه صبر بر طاعت یعنی همیشه عبادت کنید. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. الله عز و جل به حبیبش، به محبوبش دستور میده شما ربت را عبادت کن تا دم موت. پس صبر بر طاعت اینه که ما خدا را عبادت کنیم، بندگی کنیم، در این عبادت و بندگی استقامت کنیم تا لحظات مرگ. این را عموما ما نداریم. عموما جامعه در این مشکل دارد میلنگد. خیلی جوانان هستند، خیلی مردم هستند، میان میگن که ما چیکار بکنیم که یک حالتی، یک وضعیتی که گاهی پیش میاد، مثلا در ایام حج پیش میاد، در ایام رمضان پیش میاد، این تا آخر بماند. در این روزها خوب شوق هست، علاقه هست، عشق هست، مسجد میاییم، ذکر میکنیم، تلاوت میکنیم، اما در بعضی روزهای دیگه اصلا سنگین میشیم، ترک میکنیم. این همین چیزی هست که الله عز و جل میفرماید صبر کنید. صبر بر طاعت همین است. و نفس نمیخواهد، نفس گاهی انسان دلش میخواهد خب یک کاری بکند، اما همیشه صبح از خواب بیدار بشی، همیشه نماز عشاء رو با جماعت بخوانی، همیشه نماز صبح بری، همیشه تلاوت بکنی، این برای نفس خیلی ناگوار است. لذا الله میفرماید که اصول موفقیت شما در این هست که شما استقامت کن، شما با نفس مبارزه بکن. و وقتی که انسان این مسیر مبارزه را طی میکند، یه مقداری از خود انسان ثبات نشان میده، بعد از اون خدا کمکش میکنه، بعد از اون نفس شکست میخوره، ناامید میشه، تو را به حال خودت رها میکنه. این صبر اول هست، قسم اول هست. دومین نوع صبر، صبر بر ترک معصیت، بر ترک گناه. این صبر هم خیلی مشکل هست. یعنی شما وقتی که گناه را ترک می کنید، شما مسلمانان بر این استقامت کنید. خیلی ها هستند، اکثر مردم امروز استقامت ندارند. یه عزیزی هست گرفتار دود شده، گرفتار اعتیاد شده، دلش میخواد که پاک بشه، دلش میخواد که رها بکند، رها میکند، اما بعد از مدتی دوباره گرفتار میشه، صبر ندارد. این یکی دیگه هست که عادت به گناه دارد، عادت به معصیت دارد، عادت به گوش کردن موسیقی دارد، عادت به تماشای فیلم های مبتذل و نادرست دارد.
دلش میخواد توبه بکنه، توبه میکنه این چند روزی، ولی بعد دوباره آلوده میشه، دوباره گرفتار میشه. یک کسی دیگه مثلا معاملاتش مشکل دارد، نمیخواد مال حرام بخورد، لذا دست میکشه، اما دوباره میبینه چه فایده ای هست، سودی هست اونجا، دوباره بالاخره شروع میکند. لذا ما بر ترک گناه و بر ترک معصیت استقامت و صبر نداریم. نوع دوم که قرآن کریم میفرماید صبر بکنید، و خدای عز و جل چند صفت در سوره احزاب بیان میفرماید، اون صفاتی که و صابرین و صابرات، مردان صبر کننده و زنهای صبر کننده. لذا این نوع دوم صبر است که وقتی که زمینه گناه، داعیه گناه، انگیزه گناه وجود دارد، انسان نفس خودش را کنترل بکند. این صبر، این چه اجری دارد، چه پاداشی دارد. در حدیث شریف میاد یک انسانی وقتی که برایش زمینه گناه فراهم میاد، مثلا گناه چشم برایش زمینش فراهم میاد، فورا چشم خودش را حفاظت میکنه، میگه الله ناراضی میشه، من به خاطر الله گناه نمیکنم. خودش را کنترل میکنه، صبر میکند، الله عزوجل به برکت همین صبر و تقوا و پرهیزگاری چنان نوری در قلبش پیدا میکند که بعد از اون این انسان یک حلاوت و لذت و شیرینی خاصی را در وجودش احساس میکند، نوری در قلبش پیدا میشه. همونطور که با گناه یک نقطه سیاهی در قلب پیدا میشه و هرچی گناه بیشتر میشه این نقطه بیشتر میشه، تا اینکه در حدیث میاد تمام قلب را سیاهی و زنگار میگیرد. بعد از این انسان اصلا نه با قرآن متأثر میشه، نه با حدیث، نه با وعظ واعظ. همچنین وقتی که انسان ترک گناه میکند، ترک معصیت میکند، جلوی چشم خودش را میگیرد، جلوی زبان خودش را میگیرد، جلوی گوش خودش را میگیرد، دل میخواهد که فلان حرف را بزنم، دروغه، غیبت، بهتان، فورا کنترل میکنه، میگه چرا گناه بکنم. این انسان وقتی که جلوگیری میکند خودش را، کنترل میکند، الله عزوجل اون نور را، اون حلاوت و شیرینی را در قلب پیدا میکند. این نوع دوم صبر است. پس ما باید بر ترک معصیت صبر کنیم، استقامت کنیم، گناه نکنیم. هر وقت بالخصوص در این زمان از هر طرف زمینه و داعیه گناه موجود، و هر وقتی که پیش میاد انسان کنترل بکنه، صبر همینه، باید کنترل بکنیم. این نوع دوم صبر است. نوع سوم صبر، صبر بر مصیبت هست. الصبر على المصيبة، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على المصيبة. مصيبتي مياد، پریشانی مياد، انسان صبر بکند، انسان بی صبری نکند، داد و فریاد هم نکند، اقدام برای کار نامشروع هم نکند. البته رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الصبر عند الصدمه الاولى، همون صدمه اول و ضربه اول که بهت میخوره همون زمان صبر کن، بعدا کمی زمان بگذرد عادی میشه. کمال همینه، صبر اینه که انسان اول مصیبت صبر کنه. ولی عزیزان اون دو نوع اول صبر از این مشکل تر است، این آسان تره. بالاخره انسان یه چیزی را از دست داده، چی کار میکنه؟ چی از دستش میشه؟ بعضی مردم میگن صبر نکنم چی کار بکنم؟ نه، این طور هم خوب نیست. میگن صبر نکنم چی کار بکنم؟ منظور اینه که از روی ناچاری داری صبر میکنی. نه، صبر برای به خاطر الله، از همو اول خودت را کنترل بکن. لذا اگر انسان، الان من صورتهای ناصبری را در این صورت عرض میکنم، کسی عزیزش فوت میکنه، کلمه ناشاکری به زبان میاره، بیشتر زنها و بعضی مردم که خیلی داغدار میشن، کلمات گاهی خدا را خطاب میکنه، خدا تو چرا این کار را با من کردی، علیه عزب الله. یا بعضی مردم برایشون مشکلی پیش میاد، یه عزیزی تصادفی یا درگیری
کشته میشه، اقدام میکنه، اقدام نامشروع، اقدام ناجائز. کسی عزیزش را کشته، برادرش را کشته، فامیلش را کشته، این میره مقابله به مثل میکنه، یک ناحقی را میکشه. این ناصبریه، این انسان مردود شد تو این مصیبت، ناموفق شد. یا بعضی ها برایش مشکلات دیگری، بعضی من جزئیات را اشاره بکنم تا ذهن شما باز بشه، بعضی مصیبت ها مصیبت های دیگری، لازم نیست مصیبت های جانی باشه، فوت و از دست دادن عزیزان باشه، برای بعضی مشکلات مالی پیش میاد، ورشکستگی مالی، ورشکستگی در تجارت، یا یه چیز ارزشمندی گم میشه. صبر اینه که دعا بکن، از خدا بخواه، پیش هر جادوگر و پیش هر فردی که موارد شرعی را رعایت نمی کند، اگر این مال چقدر ارزش داره که انسان گاهی بره ایمانش را هم از دست بده، اون هم به دروغ اخباری از غیب میده، فلان شده، فلان چیز، مشکوکت میکنه، نسبت به دوستت مشکوک میکنه، نسبت به برادرت مشکوک میکنه، نسبت به فامیلت مشکوکت میکنه، نسبت به همسایت مشکوک میکنه، سوی زن پیدا میشه، اختلاف درست میشه، درگیری درست میشه، همه اینها از بی صبریه. یکی تو تجارتش ناموفق میگه برای من جادو کردند، این پسر موها هم با من خوب نیستن، اینا حتما رفتن. میره پیش ملای، اون ملا هم میگه که فامیلت با تو مشکل داره، یک سری اشارات، هر کسی حسود داره، بالاخره یک سری اشاراتی میکنه، اینم یقین میکنه فلان پسر موهاست، با چه یقین و قطعی میاد میگه این برای من جادو کرده. همینطور مردم را متهم کردن، با ابروی مردم بازی کردن، اینا تمام جز موارد بی صبری هست. وقتی که برای ما از طرف الله عز و جل مسئله پیش میاد، ما تحمل بکنیم، صبر بکنیم. لذا الله عز و جل می فرماید ای مؤمنین، از این به بعد در این مسیر برای شما مشکلاتی خواهد آمد، صبر کنی. یعنی که بر طاعت و بندگی صبر کنی، بر ترک گناه صبر بکنید. این اولین ابزار هست، ابزار کمک گرفتن. دومی، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای مؤمنین، شما کمک بگیرید با صبر و نماز. بعد از صبر نماز، گرچه نماز هم صبر، یک نوعی صبر است، چون بنده صبر را گفتم یکی از صورتهای صبر، صبر بر طاعت و بندگی، در رأس طاعت نماز است، سردسته طاعات و عبادات چیه؟ نمازه. نماز مظهر بندگی بین ما و بین خالق و معبود ما هست، ما بندگی خودمون را نشون میدیم. پس اینم جزی از صبر هست. اما بین عبادت ها، از همه عبادت ها برجسته است و از همه عبادت ها مهمتر است، این را خدای عز و جل به صورت خاص ذکر فرمیده. نماز چنان مهم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود جعلت قرة عینی فی الصلاة، خنکی چشم من در نماز است. آن حضرت فرمود ارحنا یا بلال، وقت اذان می رسید می گفت ای بلال راحتمون برسان، یعنی اذان بده که با نماز خوندن ما احساس راحتی و احساس خوشی می کنیم. متاسفانه برای ما نماز باری هست، برای ما نماز خیلی سنگین هست. این صفت، خدا نجات بده، صفت منافقین است. قرآن میگه و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، وقتی به نماز می ایستادن کسل می ایستادن، سنگین می شدن، اصلا گویی که باری کوهی بر شانهشون گذاشته شده. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمود که راحت من، خنکی چشم من، لذت زندگی من در نماز است. و فرمود شما مؤمنین، نماز معراج مؤمن است. نماز معراج مؤمن است یعنی چی؟ شب معراج رسول الله به آسمان ها رفتند، به ملاقات الله رفتند. شما وقتی که نماز میخوانی گویا به ملاقات الله میری، با الله سخن میگی، به الله در مقابل الله دست میبندی، میگه الحمدلله رب العالمین، من تعریف میکنم، تمام صفات و مدح و ثنا برای الله من،
برای معبود من اون معبودی که رب عالمیان است. به اون الله میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای من فقط تو را عبادت میکنم و ما فقط از تو کمک میخواهیم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا فقط خدایا ما را به صراط مستقیم راهنمایی بکن و گامزن بفرما. به سجده میری سبحان ربی الاعلا، رب اعلای من از هر شریک و از هر عیب و از هر فرزند و زن پاک است. سبحان ربی العظیم. لذا این یک نوع ملاقاتی با الله است، معراج مؤمن است. و اینقدر نماز اهمیت داره که درباره سیرت رسول الله و حیات در زندگی پاک آن حضرت میاد که کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، هرگاه یک مسئله پیش می آمد پریشان می شد فورا به نماز رجوع می کرد. این سنت پیامبر است، هر وقتی برای ما مشکلی پیش آمد به نماز رجوع کنیم، به غیر الله مراجعه نکنیم، گرچه اسبابی که خدا جایز قرار داده از اسباب کار بگیریم. فرزند مریض شد، برادر مریض شد، به دکتر هم ببریم ولی نماز هم بکنیم، تا خدا نخواهد این دکتر نمیتونه دواش تأثیری داشته باشه، تا خدا نخواهد این دکتر نمیتونه تشخیص بده. لذا اسباب را انسان به کار ببرد ولی اعتمادش به رب اسباب باشه، اون وقت ببین که چه نتیجه خوبی میگیره. لذا بعضی از مردم هستن تا مشکلی پیدا میکنن پیش ملا میرن، پیش دعا نویس میرن، تعویزی بنویس که ماشینم گم شده، تعویزی بنویس که مغازه هم تجارت هم کساد شده، خراب شده، فلان شده. نه، انسان هر مشکلی، هر مصیبتی جانی مالی برای انسان پیش میاد باید طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم به خدا رجوع کند، به خدا مراجعه کند. خداوند چقدر خوشنود میشه، چقدر راضی میشه اینکه این بنده من برای هر کاری از من کمک میخواد. الله ذاتی است که هر چی بیشتر از او کمک میخوای از تو راضی تر میشه. برای شفای بچهش پیش من، برای تجارتش پیش من میاد، برای درد و مریضی خودش پیش من میاد، برای مشکلات بقیه مسلمانان پیش من مراجعه میکنه، بار بار پیش خدا. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم تا یه مسئله اتفاق میافتاد، یه مشکلی پیش می آمد، یه خطری احساس می کردن، فزع الى الصلاة، فورا به نماز رجوع می کردن، مراجعه می کردن. لذا الله می فرماید ای بندگان مؤمن من، استعینوا بالصبر والصلاة، شما کمک بگیرید از صبر و نماز. ان الله مع الصابرین، همانا الله عز و جل با صابرین است، معیت الله، همراهی الله با صابرین است. یعنی چه؟ یعنی خدای تعالی با کسی که صبر میکنه با او همراه است، در هر وهله، در هر مشکل به داد او میرسد، به فریاد او میرسد. خب وقتی که مشکلات باشد، انواع مشکلات را الله بیان میفرماید. بسیاری بودند که چون بحث عرض کردم تحویل قبله بود دیگه، دشمنی غیر مسلمانان، دشمنی غیر مسلمانان درگیری ها میشه، شاید به جای برسه که ما کشته بدیم، الله میفرماید پروا نکنید، حتی اگر کشته دادید این کشته های شما شهیدند. و شهید، کسی که در راه خدا شهید بشه، اینجا خداوند فضیلت شهید را بیان میفرماید، کسی که در راه خدا شهید بشه اون را مرده نگوید، اون یه مرده معمولی نیست، اون پیش خدا زنده هست. لذا الله میفرماید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نگوید به اون کسی که کشته میشه در راه الله اموات، مرده معمولی، بل احیاء، بلکه زنده هستند، ولكن لا تشعرون، اما چنان زندگی که شما درک ندارید، شما متوجه نمیشید. شهید چه زندگی دارد؟ این زندگی، زندگی هست که ما هنوز به اون عالم سفر نکردیم. این عالم بعد از مرگ را میگن عالم برزخ، ما سه تا عالم داریم،
یکی عالم دنیا است، همین زندگی که در دنیا است، یکی عالم برزخ است، بین موت و بین آخرت را برزخ میگویند، یکی عالم آخرت است. درباره عالم برزخ و درباره عالم آخرت همون اندازه که در نصوص آمده، در قرآن و حدیث آمده، ما میتونیم اظهار نظر بکنیم، بیشتر از اون نه. درباره شهید الله عز و جل میفرماید اونجا زنده هست، در سوره مبارکه آل عمران هست که بل احیاء عند ربهم یرزقون، زنده هستن پیش پروردگار رزق میخورند. این زندگی را میگویند به اتفاق همه علما زندگی برزخی، حیات برزخی، یعنی این نوع زندگی هست که در برزخ زنده هستند. همه مرده ها که از اینجا میروند در عالم برزخ، اونجا ارواحشان در عالم برزخ هست، اونجا زنده هستند، اما زندگیشون با هم متفاوت است. شهدا کیفیت زندگیشون از زندگی عامه مردم فرق میکنه، بالاتر است. باز انبیا از شهدا کیفیتشون بالاتر است، اما چه اندازه است حقیقتش را الله بهتر میداند. همین قدر در حدیث آمده، ما به همون اکتفا میکنیم. در حدیث شریف آمده شهید وقتی که شهید میشه، روحش پرواز میکنه در کالبد پرنده سبز رنگی، پرنده زیبا و خوشگلی، این میره زیر عرش پروردگار، قندیل ها و لانه های مخصوصی برای اینا درست شده، در اون لانه ها و قندیل ها قرار میگیرند و هر وقتی دلش میخواد میره تو باغات بهشت، هر میوهی، هر رزقی، هر خوردنی نوشیدنی که دلش بخواد میخوره برمیگرده تو قندیلش. لذا یک عیش و یک زندگی و یک لذت خاصی دارد، همین اندازه در حدیث آمده. پس این زندگی، زندگی هست که در همون دنیا است، نه در این دنیا. در این دنیا که از نظر این دنیا فوت کرده، همسرش میتونه بره ازدواج بکنه بعد از عدتش، مالهاش را چکار میکنن؟ تقسیم میکنن، ارثش را تقسیم میکنن. اما در اون دنیا یک زندگی خاصی دارد که نسبت به بقیه اون زندگی بالاتر است. لذا الله میفرماید اینها زندگی خاصی دارن، ولکن لا تشعرون ولنبلونکم. اینجا خداوند میفرماید نه تنها این نوع مصیبت ها برای شما میاد که شما در راه خدا شهید میشید و کشته میشید، دیگه مصیبت ها هم میاد. ببینید الله عز و جل در هر مصیبتی ما را تلقین میفرماید به صبر، به تحمل. مصیبت تنها مصیبت جانی نیست، مصیبت مالی هم میاد، مصیبت امنیتی هم میاد. امنیت را از دست میدیم، هر طرف خطره، دشمن، احساس خطر میکنیم، احساس دزد، احساس دشمن. و مصیبت های دیگه میاد، مثل قحطی میاد، بیرونقی تجارت میاد، کساد بازار میاد، از بین رفتن باغ و زراعت میاد، از بین رفتن حیوانات و گوسفندا و شترها میاد. همه را الله عز و جل پیش بینی کرده. این دنیایی که شما هستید، این دنیا دنیای حوادث است. هیچ وقت انتظار داشته نباشیم که در این دنیا همه کارها طبق مراد پیش میره. نه، یه روز این جوانی هم تمام میشه، سلامتی هم از بین میره، حیات هم از ما گرفته میشه، مالی که داری، مال هم. لذا یک مؤمن دل نبندد به این دنیا، یک مؤمن باید طوری برنامه ریزی بکند که در اون دنیا که اونجا سلامتیش ابدی هست، جوانیش همیشگی هست، شادابیش همیشگی هست، همه چیزش بالاخره به صورت ابد و جاویدان هست، به اون دنیا باید دل ببندد. لذا در این دنیا الله می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف، البته حتما حتما شما را می آزماییم به چیزی از خوف. گاهی برای شما خوف میاد، خطر میاد، ناامنی میاد. والجوع،
و گاهی گرسنگی میاد. گرسنگی میاد. امروز مردم، عموم مردم، الا ماشاءالله، عموم مردم مشکل دارن. مردم در خرید نان و روغنشون مشکل دارن. اینا امتحانات الهی هستند، اینا ابتلاعات الهی هستند. باید صبر کنیم، نباید بی صبری بکنیم. بعضی متاسفانه بی صبری میکنند، دست به خلاف میزنند. اینا باید پیش خدا جوابگو باشند. یکی از عزیزان مقتدیان مسجد مکی چند روز پیش به من گفت، میگه من سر صبح رفتم مسجد، دیدم دو تا جوان با یه ماشین آمدن، یه ماشین مال همسایه، کاپوتش را بلند کردن، خدا میدونه میخواستم باتریش را بردارن. چی گفتم نکنه جوان؟ میگه زود بود، قبل از نماز صبح بود. گفت پیر مرد چی بخوری، چیکار بکنی، چی بخوری؟ میگه تهدید کرد مرا، بگو رایت را بگیر برو، ما این کار را نکنیم، چیکار بکن، چی بخوریم؟ آیا وقتی که گرسنگی بیاد، سختی بیاد، باید دست به خلاف بزنیم؟ باید گناه بکنیم؟ باید مال مردم را به تاراج ببریم؟ باید بریم معاملات ربوی انجام بدیم؟ باید بریم دنبال کار خلاف؟ صبر پس کجا شد؟ لذا الله عز و جل اینجا می فرماید من شما را می آزمایم، برای شما چی می آید؟ والجوع، گرسنگی میاد، و نقص من الاموال، و کمی میاد از اموال. مالتون کم میشه، مالت 10 میلیارد بود، یک هو ورشکست میکنی نصف میشه، 5 تا میشه، 5 تا 2 تا میشه، 2 تا نصف میشه، هیچی برات باقی نمیمانه. والانفس، و جانهای شما را میگیریم، جانهای عزیزان شما را، برادر میره، خواهر میره، پدر، مادر، بالاخره بهترین عزیزان. و ثمرات، میوه های شما. خیلی ها هستن که باغ دارند، یهو آفت میاد، تمام خرما خراب شد. آقا آماده است که امسال حداقل 1 میلیارد محصول برداشت داشته باشه، یک آفتی میاد، یک تومن هم برداشت نمیکنه. این امتحان الهی است. لذا وقتی که امتحان الهی میاد، نه ناسپاسی بکنیم، نه به طرف کارهای نامشروع بریم. و بعضی گفتن و ثمرات، منظور میوه. خب میوه جز مال هست، گذشت. منظور از این ثمرات میوه زندگیه. میوه زندگی هر انسان چیه؟ فرزند انسانه. یعنی گاهی میوه زندگی شما را میگیرم، فرزند دلبند شما را از شما میگیرم. لذا این همه مصیبت ها ای مسلمان برات میاد. و بشر الصابرین، ای محمد صلی الله علیه و سلم بشارت بده، مژده بده صابرین را، اون بندگان من را که صبر میکنند. صابرین کیا هستند؟ ما الان درباره صبر و توضیح دادیم صبر یعنی چه. الذين اذا اصابتهم مصيبه، آنهایی هستند که هرگاه به اونها میرسد مصیبتی، هرگاه تیر مصیبت قلب اونها را هدف قرار میدهد، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اونها در مقابل تصمیم الهی، تقدیر الهی تسلیمن. چی میگوین؟ انا لله و انا الیه راجعون، همانا ما از آن الله هستیم، ما مال الله هستیم، و انا الیه راجعون، همانا ما فقط و فقط به سوی الله رجوع کننده هستیم، برمیگردیم، ما به سوی خداوند برمیگردیم. یعنی مالک من، رب من، صاحب من، مولای من، صاحب اختیار من، ارباب من الله است. اون چی که از من گرفته هم الله گرفته، من هم مرا هم میگیرد، من هم به سوی خدا میروم. خداوند وقتی که بنده با این کلمات بازم از او سپاسگزاری بکند، 3 نعمت به بنده میده، 3 تا پاداش میده، در آیه بعد بیان شده. 1 اولئک علیهم صلوات من ربهم، این افراد بر آنها هست صلوات از جانب ربشان. صلوات یعنی چه؟ بعضی گفتن صلوات یعنی کلمه تحسین، شاد باش،
آفرین، مرحبا، احسنت. ما همین کلمات را داریم. یک کسی را که بخواهیم ازش تقدیر بکنیم میگم احسن بر تو، صد آفرین. از جانب رب به این انسان ها شادباش گفته میشه، مرحبا و احسنت گفته میشه. و دوم و رحمتون، این انسان ها بر اونها رحمت خدا سرازیر میشه. بعضی گفتن صلوات، یک ترجمه اول کردم یک ترجمه دیگه، این افراد بر اونها عنایات خاص و عنایات ویژه پروردگار، یعنی خدا این بنده را مورد عنایت خاص و توجه خاص خودش قرار میده. و رحمتون، و بر او رحمت میباراند، رحمت میریزد. این انسانی که صبور است و ایمان استقاضا میکنه که هر چی که برای من پیش آمده از طرف مولای من پیش آمده من هم صبر میکنم. و سوم و اولئک هم المهتدون، و اینها هستن هدایت یافتگان. خب این که صبر کرده هدایت یافته، بسیاری از اهل تفسیر میگن هم المهتدون به معنی هم الفائزون، یعنی این انسانهای کامیاب، انسانها رستگار، انسانهای موفق، جز انسانهای موفق به حساب میاد. لذا این نتیجه صبر است، نتیجه تحمل است. و همونطور که عرض کردم در ذهن شریف داشته باشید همه نوع صبر، این آخرین نوع صبر که ما خواندیم، صبر به وقت مصیبت است. مصیبت مالی میاد، مصیبت جانی میاد، مصیبتی از طرف تجارت و باغ میاد، این صبر علی المصیبت است. اما دو نوع صبر اول هم، صبر بر طاعت و بندگی، صبر بر معصیت یعنی بر ترک معصیت و ترک گناه، همه این صبرها را داشته باشیم، اون وقت ما میشیم بنده موفق و کامیاب الله عز و جل. بعد از این الله تعالی درباره صفا و مروه ذکر می فرماید. خب صفا و مروه با این آیه چه مناسبتی دارد؟ ربطش چیه؟ به تعبیر اهل تفسیر دو نوع ربط بیان کردن. بعضی میگن چون قبل از این بحث قبله، بحث حضرت ابراهیم آمد و بحث بنای خانه کعبه آمد، اونجا شما خواندید که ابراهیم چطور خانه کعبه را بنا کرد، در وسط بحث قبله آمد، در لذا در ادامه خداوند از صفا و مروه صحبت می کند. اما بعضی میگن نه، این با همین موضوع صبر مرتبط است. خداوند با جریان صفا و مروه اشاره می کند به یک داستانی. ما هر وقتی میگیم صفا و مروه، ذهن به کجا می رود؟ به اون صبر مادر همه ما هاجر علیه السلام، که اسماعیل را گذاشته بود در اون وادی لم یزرع، اسماعیل دست و پا میزد و گریه میکرد از تشنگی، هاجر سراسیمه، هی میرفت بر صفا، هی میرفت بر مروه. نتیجه چی شد؟ نتیجه صبر و شکیبایی، نتیجه صبر و تحمل زمزم شد، که از زمزم مکه درست شد، مکه آباد شد و از مکه دنیای روشن شد. جهانی امروز روشن هست به برکت همون مکه هست، و قلب همه ما مسلمانان به همون طرف است. امروزه ایام حج هست، حاجی ها رفتند، از یک طرف دلمون خوش هست که بالاخره نمایندگان ما رفتند اونجا، در دعای خیر ما را یاد می کنند و اونجا به نیابت از همه مسلمانان حج انجام میدن. چون اگر حج و طواف را هیچ کسی انجام نده، اون وقت مصیبت ها میاد، قیامت برپا میشه، حدیث مفصلی است. و همه اونجا رفتن، از یک طرف ناراحتیم، کاش ما هم میرفتیم، کاش خدا برای ما هم زمینه فراهم میکرد. همه مسلمانان قلب هایشون به اونجا آویزونه. لذا الله عز و جل درباره اون صفا و مروه در این آیه بعد از صبر بیان میفرماید. الله میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر الهی هست. شعائر میگویند علائم را، علائم دینی را. و شعائر در واقع
اون چیزهای به اون چیزهای گفته میشه که شما اونها را ببینید، اونها بیانگر یک مسئله هستند، اونها در واقع نیابت میکنند از دین شما، از اسلام شما. مثلا از شعائر مسیحیت چیه؟ شما صلیب را تا میبینید شما میدونید یعنی مسیحیت، ولی هر کسی که اذان را بشنود، اذان از شعائر اسلامی است، مسجد از شعائر اسلامی هست، مناره از شعائر اسلامی هست، حج از شعائر اسلامی هست، خود بیت الله از شعائر دین هست، صفا و مروه هم از شعائر دین است، نمادی هست از نمادهای دینی، و باید ما شعائر دینی را همیشه احترام داشته باشیم. هر کسی نسبت به شعائر دینی بی احترامی بکند، تمسخر بکند، این تمسخرش کفره. لذا الله تعالی می فرماید فمن حج البيت او اعتمر، هر کسی حج کرد یعنی قصد کرد بیت الله را یا عمره کرد، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، گناهی نیست بر او اینکه طواف بکنه بر او. ببین طواف اونجا لازمه، بین اونها سعی کردن واجبه، بعضی فقها فرض می نامند، می دانند امام ابو حنیفه واجب می داند، اگر انسان انجام نده از نظر بعضی فقها اصلا حجش درست نشده، از نظر بعضی از فقها باید گوسفندی بکشد، دمی بریزد. خب پس چرا فرموده فلا جناح، گناهی نیست؟ به دلیل اینکه درسته اینها از شعائر دین بودند، اینها یادگار مادر هاجره هستند، اما مشرکین، چون مشرکین هم اعتقاداتی داشتند، مشرکین بر کوه صفا و مروه دوتا از بت‌های خودشون را گذاشته بودند، یکی به نام اصاف، یکی به نام نائله یا آصاف و نائله، و وقتی که می آمدن بر صفا دست می زدن، لمس می کردن و به گمان خودشون زیارت می کردند هر یکی از این بت‌ها را و از اونها حاجت می خواستند. بعد از اینکه مکه فتح شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آوردند، اینها را از بین بردند. خب بعضی از مسلمانان فکر میکرد که هنوز چون اینجا اون دو بت گذاشته شده ما نباید سعی بکنیم. الله فرمود نه، اون دو بت ها دیگه تاریخشون گذشت، الان اشکالی نداره، شما سعی بکنید، شما طواف بکنید. به این خاطر فرمود فلا جناح علیه. و من تطوع خیرا، تطوع میگویند یه چیزی را که انسان به خوشی خودش انجام بده. ببینید تطوع را ما در زبان خودمون میگیم نفلی، مثلا نماز، شما میاد نماز عشاء بر شما فرض، چهار رکعتش فرضه، اضافه هرچی شما میخوانید، دو رکعت سنت میخوانید، بعدا چهار رکعت دیگه نفل میخوانید، ده رکعت نفل میخوانید، این اضافه رو میگن تطوع، یعنی اینه با خوشی خودت میخوانید. پس تطوع به نفلی میگویم. الان یه حجی هست که بر ما فرضه، غیر از اون حج فرضی اگر کسی تطوع انجام بده به حج نفلی میره. امروز دنیا تبلیغات زیادی بر علیه حج دارد، میگویم این پول به حج خرج نکنید، این پول را به بینواها بدید، به گرسنگان بدید، به یتیم ها بدید. بدون شک دین اسلام ما را تشویق کردیم ما به بینواها برسیم، به یتیمها برسیم، اما حج یک مقوله دیگه هست، این یک مقوله دیگه هست، اون یک خیر دیگه هست، این یک خیر دیگه هست. آیا یک انسان نمیتونه که همون پول را به عرض کنم پول را اونجا هم مصرف بکنه، اینجا هم پول مصرف بکنه؟ خدا پول زیاد داده. در این ایام کرونا، چند سال کرونا، حاجی های اکثر دنیا نرفتن، چقدر از اینها پولشون را برای یتیم ها خرج کردند، همون خرج راه حج را یتیم ها، برای بینواها، برای گرسنگان. کسی بی توفیق باشه، بی توفیقه، حج بره یا نره او خرج نمیکنه. قرآن از اول اونقدر که قرآن تشویق کرده برای رسیدگی به گرسنگان، برای رسیدگی به فقرا، برای رسیدگی به مساکین، هیچ کتابی، هیچ دینی، هیچ آیینی تاکید نکرده. اول قرآن شما میخوانید، شروع میکنید الف لام میم ذالک الکتاب و لا ریب فی، بعد از اون آیه دوم الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون،
بعد از نماز خدا میفرما اون رزقی که ما به شما دادیم خرج کنید بر بینوایان، بدید به فقرا. هر سوره بحث انفاق، بحث خرج کردن به گرسنگان، قرآن خودش تشویق میکنه. اسلام دین مواساته، دین همدردی است. اما معنیش نیست که حج نفلی نریم. الله میفرماید اون حجی که فرض فرضه، اما ومن تطوع خیرا، هر کسی که به خوشی خودش خیری را انجام داد، یه حج نفلی انجام داد، یه نماز اضافی انجام داد، یه صدقی، فان الله شاکر علیم. بدونید که خداوند عز و جل شاکر است، یعنی قدردان است. ای بنده قدردان عبادت تو هست. تو نماز فرضت را میخوانی، غیر از فرض، فرض که خدا دستور داده، غیر از فرض 10 تا نفل میخوانی، خدا قدردان است. تو زکات مالت را میدی، خب این فرضه، غیر از زکات مال همینطور اضافه میدی به فقرا، مساکین، خیشاوندان فقیر، خدا قدردان است. تو به حج فرض میری، این فرضه، غیر از این میری، خدا قدردان است. هر عبادت نفلی شما انجام میدید، خداوند شاکرون، شاکر است یعنی قدردان است، خدا به تو پاداش خوب میده. علیم، و الله عز و جل خوب میداند از صدق دل تو، از اخلاص تو، از نیت قلبی تو، الله عز و جل با خبر و مطلع است. لذا در این آیه آخر الله تعالی اشاره می فرماید که علاوه از فرائض و واجبات شما به صورت نفلی هم انجام بدید، یه روزی نتیجهش را می بینید. نتیجهش را هم انشاءالله در این دنیا می بینیم، هم در اون دنیا، چون الله رب العزت قدردان کارهای ما و عبادات ماست. الله تعالی همه من و شما را اهل توفیق بگرداند. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگارا ما را از بندگان موفق بگردان، از اهل توفیق بگردان، از اون بندگانی که در طاعت و بندگی تو توفیق دارند، پیشا پیش هستند، چند قدم از بقیه جلو هستند. پروردگارا ما را از اون انسانهای کسل، تنبل، بی توفیق، محروم قرار نده. اله العالمین، یا رب ما را از آفات و بلاها حفاظت بفرما، ما را از بندگان صبور و شکور بگردان، ما را از بندگان قدردان بگردان. پروردگارا مشکلات ما را و مشکلات همه مسلمانان را حل بفرما، مرتفع بفرما. پروردگارا چنان آفاتی، چنان مصائبی، چنان امتحاناتی که از تحمل ما بالاتر باشد برای ما نیار. ما بندگان ضعیف تو هستیم، بندگان ناتوان تو هستیم، به ما عافیت بده، به ما امنیت بده، ما را از امتحان و ابتلا پروردگارا معاف بگردان، و ما بر ما فضل محض بفرما، بر ما کرم محض بفرما، و ما را نعمتهای دنیا و آخرت را به ما اله العالمین بدون استحقاق عنایت بفرما، با فضل و کرمت عنایت بفرما، به ما ایمان کامل، دین کامل، تقوای کامل، و اله العالمین دنیای صالح، رزق حلال نصیب بفرما، دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. حاجیان عزیز که رفتن، حج مقبول نصیبشون بگردان، توفیقشون بده، حج را برایشون آسان بگردان، و اله العالمین ما را مشمول دعاهای اونها بگردان، و به ما محرومان که ماندیم از این سفر، به ما هم عنایت بفرما، به ما هم این توفیق را عنایت بفرما، ما را هم نصیب بگردان، و ما را هم لایق زیارت بیت خودت بدان. پروردگارا لطف بفرما، خیرات دنیا و آخرت را نصیب ما بگردان، خاتمه ما را با ایمان بگردان، گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما، زندانیان وسیل آزادیشون فراهم بفرما، مقروزی و ورشکستگان حالشون را درست بفرما. اله العالمین بی اولادان را اولاد به، هر کسی هر حاجتی دارد، هر تمنایی دارد، هر مشکلی دارد، ای مشکل گشا، ای حاجت روا،
ای ارحم الراحمین، تو مشکلش را حل بفرما و برطرف بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.